فرزندان مقام های جمهوری اسلامی در غرب چه می کنند؟ موضع ضد غربی این مقام ها چگونه با تحصیل و اقامت فرزندانشان در اروپا و آمریکای شمالی قابل توضیح است؟ و چرا این افراد در بهشتی که نظام جمهوری اسلامی می بیاد در ایران ساخته زندگی نمی کنند؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. ندارد اصلاح طلب باشند یا اصولگرا، اکنون شعارهای ضد غربی بدهند یا بیشتر از دیوار سفارت آمریکا بالا رفته باشند، با شعار مرگ بر آمریکا فرزندانشون را برای تحصیل و کار و اقامت به آمریکا، کانادا و اروپا میفرستند. از فرزند معصومه ابتکار تا فرزندان خانواده های روحانی، لاریجانی و خاتمی و از بچه های انسیه و کبرا خزلی تا فرزند غلامعلی حداد عادل و نوه روح الله خمینی در فرنگ زندگی یا تحصیل میکنند. این در حالی است که زندگی در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی و پدران و مادران آنها هر روز برای مردم عادی سخت‌تر می‌شود. اخیراً مرتضی میریان، یک مقام سپاه پاسداران، در صدا و سیمای جمهوری اسلامی علناً از زندگی 4000 نفر از فرزندان مقام‌های جمهوری اسلامی در آمریکا، اروپا و کانادا خبر داد. که امروز نزدیک حالا میگن 4000 تا فرزندان بعضی از مسئولین تو آمریکا و اروپا و کانادا دارن زندگی میکنن. خود این مسئله خوششون هم میبین. و جالب اینجاست که واقعا باید اینا رصد بشن، آینده یک کدوم اینا نباید مسئول توی کشور بشن. کسانی که دارن از بچگی تربیت میشن اونجا، حالا نهایتا کارهای کارشناسی هیچ حرفی نیست، کارهای مدیریتی که بعدا کشور رو در دامن دشمن بندازن، این واقعا خطرناکه. اما گفتگو میکنیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن، و بهنام قلی‌پور، روزنامه‌نگار از پراگ. مهمانان دیگه هم در ادامه برنامه به ما خواهند پیوست. آقای مهدوی آزاد، صحبت رو با شما شروع بکنیم و شروع کنیم موضوع رو با بحث فرزند انسیه خزلی که تازه در این موردی است که در افکار عمومی مطرحه. از این ماجرا چه جزئیاتی میدونیم؟ ببینید، قبل از اینکه جزئیات فرزند او رو بخوام مطرح بکنیم، بذارید کلیات رو بگیم. جزئیات اصلا مهم نیست. جزئیات نیستش که این آقازاده به اصطلاح رفته کشور خارجی و مامانش که معاون رئیس جمهور هست و یکی از نیروهای بسیار تندرو این حکومت، ادعا میکنه که واسه شرکت دانش بنیان رفته اونجا. و بعدم چیز دیگه که منتشر شده این هستش که شرکتی داره که در حوزه در واقع دور زدن فیلترینگ یا فیلتر شکن تولید میکنه، چه بسا در حوزه بخش دیگه اش حتی ارائه خدمات بده به حکومت برای فیلترینگ شدیدتر یا اجرای فیلترینگ شبیه فیلترینگ کره شمالی یا چین. مثلا این اصلا مهم نیست. آقای مهدوی آزاد ببخشید، اگر اجازه بفرمایید به بخش‌های کلی‌تر و اصولا در یک نگاه کلی‌تر به کل این ماجرا و کل این که این در واقع فرزندان نیروهای حکومتی و مقام‌ها در خارج چه می‌کنند بپردازیم. اجازه بدید همین رو یک کمی بیشتر مطرح بکنیم، به این دلیل که جزئیات برای افکار عمومی مهم است. خیلی مطرح شده این موضوع. آقای قلی‌پور، شما چی می‌دونید و اصولا چرا در یک سو میبینیم که بحث سیانت از فضای مجازی مطرح از سوی پدر و مادر اینها، و در سوی دیگر فرزند اینها میره در خارج از کشور وی پی ان را میندازه؟ ببینید، این دوگانگی همیشه در جمهوری اسلامی بوده و الان با پرونده خانم خزلی و فرزندانش خب یک بار دیگه در فضای مجازی و در افکار عمومی ایران داغ شده. ما موارد متعدد دیگه ای داشتیم، همونطور که شما هم اشاره کردید، مقام های جمهوری اسلامی فرزندانشون در کشورهای مختلف زندگی میکنن. اما مورد خانم خزعلی، با توجه به اینکه فرزند ایشون فروشنده فیلتر شکن بوده و ما میدونیم که سپاه پاسداران و مجموعه نظام برنامه های بسیار متعددی برای تحت تعقیب قرار دادن کاربران ایرانی، نظارت بر رفتار کاربران ایرانی در ایران مد نظرشون داشتن و در بسیاری از مواقع با شکست مواجه شدن، این مسئله میتونه یک خطر بالقوه برای
کاربران اون دسته از کاربران باشه که احتمالاً از فیلتر شکن‌های مربوط به این شرکت استفاده کردن و به نظر میرسه که بازبینی و بررسی فعالیت این شرکت و نحوه روابط این شرکت با ساختارهای قدرت در جمهوری اسلامی از موضوعات بسیار مهمی باشه که احتمالاً دولت کانادا یا دولت‌های دیگه باید این موضوع رو بررسی کنن و به کاربران ایرانی اطمینان بدن که به خاطر استفاده از فیلتر شکن‌ها امنیتشون به خطر نیفتاده. اجازه بفرمایید مهمان دیگری همراه ما هستن، مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه تکنولوژی. آقای صارمی‌فر، شما این وی پی ان ساخت پسر خانم غزلی رو به عنوان یکی از نرم افزارهای در وی پی ان های در واقع امن معرفی کرده بودید. اصولا بر چه اساسی به یک همچین نتیجه رسیده بودید و چگونه است که این آدم میتونه وی پی ان تولید بکنه و الان یکی از نگرانی ها این هست که این وی پی ان ممکنه که ارتباطاتی با نهادهای امنیتی داشته باشه، امنیتی کسی رو به خطر انداخته باشه؟ در حال حاضر از وضعیت این وی پی ان که پسر خزلی راه انداخته چی میدونیم؟ بله، این وی پی ان، البته اون معرفی که این وی پی ان که خوب کار میکنه در سال 2018 بوده و بر اساس یه سری مسائل فنی در مورد اینکه این شرکتی که اینو در حقیقت معرفی کرده چه وبسایتی داره، اصلا داکیومنت های فنی چی میگن، ریویو های فنی در موردش چی میگن و همه مسائل شبیه این، تعداد زیادی وی پی ان روی گوگل پلی استور و اپل استور اپل وجود داره که وقتی ما اینا رو سراغش میریم که بررسی بکنیم که این وی پی ان امنیه یا وی پی ان امنی نیست، یه سری فاکتورهایی داریم برای بررسی اونها که خیلی از این فاکتورها رو پاس نمیکنن و ما تلاش میکنیم که به مردم بگیم که از این استفاده نکنید، یا به خصوص اگر که هفتگی شما ملاحظه بکنید که مردم ایران چه وی پی ان هایی یا چه اپلیکیشن هایی به گوشی هاشون نصب میکنن، گزارش که گوگل میده ما میبینیم که خیلی از وی پی ان هایی که مردم دارن استفاده میکنن متاسفانه مجبورن از ابزارهای استفاده کنن که به نظر میرسه حالا یا رابطه با دولت چین دارن یا با روسیه دارن، و این بترنت به خاطر اینکه متعلق به شرکت آورا بوده و اون هم از گروه پاندا بوده و اینها به واسطه گروه پانگا بوده و اینها در حقیقت داکیومنت های فنی مناسبی رو در برای توجیه اپل و گوگل در مورد کیفیت محصولشون معرفی کردن، در حقیقت این چیزی بوده که به ما راهنمایی می‌کرد که میتونیم این رو معرفی کنیم به کاربران. خب یه توضیح خیلی کوتاه برای اونایی که ممکنه ندونن اصلا وی پی ان چی هست، ببخشید خیلی کوتاه اگر بگید در یه جمله. بله، من فقط یه کوتاه بگم که ما درسی که از این اتفاق میگیریم که درس رو بهش میپردازیم. ببخشید برای اونهایی که نمیدونن اصطلاح فنی وی پی ان یعنی چیه، برای اینکه کاملا در جریان قرار بگیرن که توضیحات شما در ارتباط با چیه دارم میپرسم. بله، ببینید جمهوری اسلامی ابزارهایی داره در مسیر راه ارتباط با ارتباط کاربران با دنیای آزاد. وقتی شما پشت مثلا براوزر کامپیوترتون یه آدرس رو تایپ میکنید، این مثلا تایپ میکنید google.com، این از مسیر در حقیقت دروازه هایی که جمهوری اسلامی بین شما و گوگل گذاشته رد میشه تا اون چک بکنه که آیا این مقصدی که شما میخواید اطلاعات ازش بگیرید مورد تایید جمهوری اسلامی هست یا نه. اگر نیست جلوی شما رو میگیره. در واقع برای دور زدن فیلترینگ استفاده میشه ازش دیگه. بله، وی پی ان کاری که میکنه اینه که این درخواست شما رو رمزگذاری میکنه طوری که اون لایه های جمهوری اسلامی که این وسط قرار دارن متوجه نمیشن که شما از چه به سراغ چه مقصدی میرید. مثلا میره به یک سروری در اتریش، اون سرور اتریش میره به اون سایتی که جمهوری اسلامی رو بسته، بعد برمیگرده به اتریش و بعد دوباره برمیگرده به ایران. به این ترتیب ارتباطی مقداری کنتر میشه، اما در عوض شما به اون اطلاعاتی که جمهوری اسلامی برای شما ممنون کرده دسترسی پیدا می‌کنید. این نحوه کارکرد در حقیقت ابزارهایی که یک دسته از ابزارهایی که فیلترینگ رو دور می‌زنه. حالا خود شما گفتید که من معرفی کردن بترنت که این وی پی ان است که به ساخت و پرداخته فرزند خزعلی است، که خب اینها میدونید که در داخل اصلا این فضای فیلترینگ و بحث به مطرح شدن صیانت از فضای مجازی از سمت پدر و مادر اینها انجام میگیره، ولی در داخل در خارج از کشور فرزند اینها میاد وی پی ان درست میکنه. اولا اینو چطور میشه توضیح داد در حوزه امنیتی به نظر شما؟ احتمال لو رفتن یا سوء استفاده از اطلاعات کاربران وجود داره؟ چه خطرهایی ممکنه متوجه کاربران بکنه؟ و داشتید میگفتید که درسی برای شما داشته.
بله، این در حقیقت سویه های مختلفی داره. یه بخشش اینه که جمهوری اسلامی اگر بخواد یک کاربر خاص به خصوص فعالان حوزه های مختلف رو رصد بکنه، به دسترسی پیدا کنه به ابزارهایی که دارن کار میکنن یا به هر به محیط کارشون، این به راحتی میتونه انجام این کارا رو انجام بده. این هکرهایی که در وزارت اطلاعات، این چهار گروهی که در گزارش اخیر مایکروسافت گروه تشخیص و واکنش مایکروسافت اینها رو کشف کرده و در دو ماه گذشته در حال بررسی نموده و پریروز در بلاگ مایکروسافت اینها رو معرفی کرده، نشون میده که اینا از پیشرفت‌ترین ابزارهای استفاده میکنن که حتی مایکروسافت و آی بی ام هم به سختی بعد از تحقیقات دو سه ماهه میتونن اینها رو دسترسی کنن. بنابراین اگه یک تارگت خاص رو جمهوری اسلامی بخواد بره سراغش، این وی پی ان ها و روش های دیگه اصلا خیلی کاربرد خاصی نداره، به خصوص که تمام ارتباطات در ایران انحصارا از طریق شرکت ارتباط زیرساخت داره انجام میشه، بنابراین اینها به راحتی میتونن بشناسن طرفو. کاربرد دیگه این وی پی ان ها، خب به هر حال این وی پی ان میره توی از طریق شرکتی در سیلیکون ولی یا در ونکوور میاد روی استورای معتبر دنیا و اینها با بررسی های چند باره در گوگل و اپل به این نتیجه میرسن که این موردی نداره و اینو پابلش میکنن. ما میبینیم که حداقل در گوگل پلی استور زده مثبت 50 میلیون، یعنی بین 50 تا 100 میلیون کاربر به اینترنت روی موبایلشون دارن که این نشون میده که از جمعیت ایران هم بیشتره. این خودش نشون میده که اینها به دنبال یک بیزینسی بودن. برای ما باید بریم سراغ این که حالا این فرد اولا یه بازاری پیدا کرده که به قول شما درسته، یعنی پدران و مادران اینها میان یک مسیر رو میبندن برای مردم ایران و اینها اون رو تبدیل میکنن به بازاری برای درآمدزایی خودشون، کاری که مشابهش رو فرزندان شمخانی هم مثلا انجام دادن در قضیه کشتیرانی. بنابراین این وجه مهمتر اون هست و تعداد کاربرانی که به هر حال دارن از این وی پی ان ها استفاده میکنن، به طور خاص جمهوری اسلامی دنبال این باشه که از طریق این وی پی ان ها بفهمه که کی داره چیکار میکنه، هم ابزار راحت تری داره هم خیلی شاید براش کار سخت تری باشه که یکی بفرسته سیلیکون ولی رشدش بده در طول 5 سال که یه همچین چیزی نصب کنه، یه 50 میلیون کاربر نصب بشه که تقریبا حالا 1 میلیون یا 2 میلیون ایرانی ازش استفاده کنن که چقدر از اون تارگت هایی که مورد نظر جمهوری اسلامی مصرف کننده این روی دیگه ای نداره این آقای ساری میفر و این که مثلا طرف بره در سیلیکون ولی هم به عنوان یک نیروی کاری هم به عنوان یک نیروی بیزنسی عملا اونجا در دسترس باشه و خب چیزی رو تولید بکنه که بخشی از کاربرانی که خریدار اون نرم افزار هستند از سمت ایران باشند و خب کاربران ایرانی به طور مشخص برای جمهوری اسلامی هدفهای جالبی میتونن باشن. حق با شماست. این دو سویه دیگه که میخواستم بگم همینه، یعنی این که چنین افرادی اول وقت در اونجا قرار میگیرن نحوه رمزگذاری این اپلیکیشن ها رو به دست میارن که خب این در مسیر ثانوی وزارت اطلاعات یا هر کسی دیگه که میخواد از این استفاده بکنه ممکنه بتونه استفاده بکنه و سویه بعدیش اینه که اینها متخصص میشن، آموزش میبینن، مهمترین روش های به هر حال دور زدن یا فیلتر کردن رو میبینن و بعد برمیگردن ایران و همین ها رو پیاده سازی میکنن برای اینکه پدران و مادرانشون جلوی ارتباطات آزاد رو بگیرن. یعنی اینها آموزش هم میبینن. خب نمونه بارزش هم همین آقای زارعی‌پور وزیر ارتباطات هست که همین تخصص ها رو پیدا کرده و الان داره پیاده سازی میکنه اون رو توی فیلترینگ کشور. یعنی فرمایش شما صحیح، مسیر سختی هم هست ولی میگم اصولا اگه اینا بخوان حمله بکنن به سمت یک کاربر خاص ابزار خیلی بهتری هم دارن. بسیار خوب آقای سالم فر، یک دقیقه گفتید این ماجرا در سایه هم برای شما داشته که بهش اشاره نکردید، اونم بفرمایید که ما از حضور شما مرخص بشیم. بله خواهش میکنم. یکی از نکات مهم اینه که ما بتونیم همزمان که مسائل فنی این شرکت ها رو بررسی میکنیم افیلیشن با یا وابستگی افراد رو هم بررسی میکنیم. این البته ارتباط سختیه، ممکنه مثلا یک فردی به اسم دیگو سانچز مثلا مدیر فنی این باشه و ما بعدها بفهمیم که این مثلا یک کاربر یا مثلا مدیر فنی ونزوئلایی بوده که از یک مسیر دیگه مثلا داره با جمهوری اسلامی همکاری میکنه. این مسیر بسیار سخت‌تره، بسیار پیچیده‌تره، ولی به نظر میرسه ما در شرایطی قرار داریم که به هر حال طرف مقابل جمهوری اسلامی که وقتی هک میکنه حتی از ابزارهای آی بی ام و مایکروسافت هم عبور میکنه، بنابراین از اون طرف کسانی که فیلتر شکن رو معرفی میکنن یا به مردم توصیه های امنیتی میکنن باید دقت بکنن که مسئله خیلی پیچیده تری از اون چیزی که فیلتر شکن های دیگه یا مثلا کاربران دیگه بعد ابزار دیگه معرفی میکنن حتما در نظر بگیرن. سپاسگزارم از مهدی ساری میفر، روزنامه‌نگار حوزه تکنولوژی،
که همراه ما بودن. صحبت رو با دو مهمان دیگر برنامه، آقای مهدوی آزاد و آقای قلی‌پور ادامه میدیم. آقای مهدوی آزاد، عذرخواهی میکنم، هر دوی شما خیلی منتظر موندید. برای بینندگانی که ممکن است همین لحظه به ما پیوسته باشند، اشاره میکنم به اینکه حمیدرضا رضازاده، پسر انسی غزلی که ظاهرا در کانادا زندگی میکنه و یک در واقع وی پی ان رو تولید کرده که صحبت ها در فضای مجازی در موردش زیاد، اصولا موضوع این برنامه این هست که فرزندان مقام های جمهوری اسلامی در غرب چه میکنند. اگر مایل باشید میتونید برای ما با هشتگ چشمانداز توییت بزنید که نظرات شما رو در این برنامه با بینندگان در میون بذاریم. آقای مهدوی آزاد، میخواستید در ابتدا از کلیات صحبت کنید، ببخشید من حتما مجبور شدم اون جزئیات بمونم برای اینکه میخواستیم در خدمت آقای صارمی فر باشیم. کلیاتی که به نظر شما مهم هست در این باره چی هست؟ ببینید، در واقع جمهوری اسلامی فکر کنم یکی از ضد خارجی ترین خارجی ستیز ترین غرب ستیز ترین حکومت های دنیاست. در داخل همین جمهوری اسلامی یک جریان به شدت تندروی وجود داره نزدیک نیروهای نظامی دفتر خامنه ای که اینا اساسا دیگه در واقع اینو تبدیل کردن به پرچم خودشون. اگر به طرحهای مجلس مراجعه کنید، این جریان که الان دولت و مجلس رو در اختیار داره، خانم انسی خزعلی یکی از نیروهای شاخص این جریان رادیکاله، در سالهای اخیر چند طرح برده مجلس. یه طرحی که در مجلس تصویب کرد، در واقع حرفش طرف اون طرح این هستش که اگر پسر یا همسر یک آدمی در خارج از کشور ویزای یک سال به بالا داشته باشه، اون آدم نمیتونه مسئولیتی از یه حدی بالاتر در داخل جمهوری اسلامی بگیره. یه نگاه خیلی سخت تر. ما در جمهوری اسلامی تا به حال تکنوکرات ها رو داشتیم. تکنوکرات ها معروف بودن، در دولت های اصلاح طلب هم بودن، در دولت اصولگرا هم بودن، اینا خب بچه‌هاشون خارج کشور بودن. روحانیون رو هم داشتیم، برای نمیدونم حتی درمان میرفتن. منتها ببینید این حجمی که در این حجم وقاحت، بذارید این کلمه رو استفاده کنم، که شما دیگه الان نیروهای سیاسی رو میبینید که اصلا تمام هویتشون در واقع این هستش که غرب ستیزی بکنن و حالا یه بچه‌هاشون رفتن خارج کشور. جنس اینها حتی از جنس خانم معصومه ابتکار هم متفاوته. خانم معصومه ابتکار خب این نیروی خیلی شاخص آمریکا ستیز بود، از دیوار سفارت بالا رفت و از معدود کسانی است که از دیوار سفارت بالا رفت، حرفش پس نگرفت، تا حد زیادی به همون موضع موند. خب فرزندانشون در خارج کشور بودن. منتها حداقل اون خانم ابتکار شما میتونستی بگید دیگه در ورژن جدیدش دیگه غرب ستیزی نمیکنه، پرچم مبارزه با نمیدونم اقامت در خارج دستش نگرفته. این کسانی مثل انسی خزعلی، این طیف نیروهای ابراهیم رئیسی، اینا همین الان نور اینو دارن میخوان، نور این دارن میخوان که هیچ مسئول نباید بچه‌شون در خارج کشور باشه. برای به واقع میخوام بگم این مسئله فقط با ابعاد امنیتیش یا سیاسیش مهم نیست. اصلا انگار حکومت ایران وارد فاز تازه از ریاکاری شده. میدونید فاز تازه‌ای که بعد از ماجرای سعید طوسی است، فاز تازه‌ای که بعد از اون رسوایی هاست، که در اون فاز تازه دیگه این مسئله که آقای قالیباف 100 تا پرونده اقتصادی داره بهش رسیدگی دیگه نمی‌کنن، هی بالا میرن، چیز کوچیکی است دیگه. اصلا هویت نیروهای سیاسی در روی صحنه یه چیز هست و پشت صحنه کاملا چیز دیگه و حکومت هم باهاش مشکلی نداره. دامنه اینها چقدر گسترده است آقای قلی‌پور؟ یعنی وقتی داریم از فرزندان مقام های جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، اطلاعاتی که تا حالا اومده شامل نوه روح الله خمینی میشه تا نوه تا فرزند زاکانی، تا هر کدوم از اینهایی که در واقع نامشون مطرح شده. حتی مثلا شما در یک مورد اون چیزی که در فضای مجازی مطرح هست، 6 تا بچه شهردار قم در خارج از کشور به سر میبرند. این رو باید چطور توضیح داد؟ بچه های اینها با اینها خط و سمت متفاوتی دارند. بچه های اینها قرار نیست که به روش پدرانشون ادامه بدن. رانت پدران و مادرانشون هست که اینها رو راه میبره به سمت اینکه بتونن تحصیلات بهتر داشته باشن، در کشورهای دیگری زندگی بکنن. واسه این مدل زندگی که جمهوری اسلامی و مقامهاش به مردم توصیه میکنن، چرا شامل حال خودشون و بچه هاشون نمیشه؟ ببینید، مسئله آخازاده ها و زندگیشون، تحصیلشون و رفت آمدشون، خانمزاده ها رو هم اضافه کنین دیگه، فرزند انسی خزعلی هم امروز مورد بحثه دیگه، مجموعه پیچیده ای هست. تمام موارد که شما گفتید در این کتگوری میگنجه و میشه در موردش ساعت ها صحبت کرد. از اینکه احتمالاً نیروهای انقلابی به واسطه اینکه فرزندانشون یک سبک زندگی دیگه‌ای در داخل ایران انتخاب کردن و همین نوع سبک زندگی میتونه به عنوان عامل منفی برای ارتقای اینها
محسوب بشه، مثل سبک زندگی خانواده آقای رامین که یکی از انقلابیون مشهور بود که بعد از اینکه احتمالاً موارد بسیاری از سبک زندگی متفاوت خانواده ایشون منتشر شد، تقریباً ایشون از فضای سیاسی حذف شد. ما به نظر من این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که در جمهوری اسلامی هر مدیری انقلابی تر باشه به احتمال فراوان بیشتر در معرض آسیب قرار خواهد گرفت، به خصوص از طریق فرزندانشون که سبک دیگه ای از زندگی رو دارن. به احتمال فراوان میشه این موضوع رو مطرح کرد که بخشی از روند خروج آقازاده هایی که متفاوت از پدر مادرشون فکر میکنن و زندگی میکنن و در این حال از رانت اینها استفاده میکنن، در واقع اقدام پدران و مادرانشون برای کسب یک دامنه امنیتی شغلی در وضعیت فعلیشون هست. از جانب دیگه هم میشه این موضوع رو هم دید که جمهوری اسلامی نیاز به تکنولوژی های روز داره، نیاز به فناوری های در واقع مدرن داره، بنابراین کسانی در وهله اول در اولویت قرار خواهند گرفت که به بدنه حاکمیت نزدیک هستند. دو تا مسئله مطرحه، یکی اینکه هر خانواده ایرانی که یه همچه امکانی رو نداره، این توان مالی و این امکان مالی که شما بتونید بچه‌تون رو به بالاترین بهترین دانشگاه دنیا بفرستید از یک حداقل امکاناتی باید برخوردار باشید دیگه. این چقدر دامنش گسترده شده؟ مگه اینا چقدر حقوق میگیرن؟ ببینید الان دیگه فرستادن در واقع دانشجو به خارج از کشور دیگه نیاز به حداقل نداره، به نظر من نیاز به یک ثروت هنگفت داره. من فکر میکنم که الان هر دانشجو در خارج از کشور اگر بخواد 4 سال در یک دانشگاهی درس بخونه که یک شهریه‌ای بده، شاید نیاز به میلیاردها تومان پول نیاز هستش که این دانشجو بتونه فارغ التحصیل بشه. طبیعتاً مدیرانی هم که در جمهوری اسلامی اگر ما فرض رو بریم بگیریم ما این نکته رو اضافه کنم که ما 470,000 مدیر در داخل مجموعه سیستم جمهوری اسلامی داریم که اگر 4,000 نفر از اینها حقوق‌های هنگفتی بگیرن، رانت‌های هنگفتی داشته باشن و آلوده به انواع فساد باشن، تأمین هزینه تحصیل دانشجو یا فرزندانشون در خارج از کشور هیچ رقمی نیست و به راحتی میتونن تأمین کنن. در واقع همین مسئله هستش که در حال حاضر به موضوع داغی در جمهوری اسلامی و فضای افکار عمومی تبدیل شده که اعتراض ها رو مشاهد هستیم و باید ببینیم که دولت آقای رئیسی با این انتقادها چطور برخورد خواهد کرد. بسیار خب، آقای مهدوی آزاد در یک مورد مشخص اشاره کردن آقای قلی‌پور که اینها شرایطی که در واقع باعث میشه اینو بچه‌هاشون میفرستن در دانشگاه دیگه، اینا برمیگردن به هر حال ممکنه سمت‌های دیگری هم در داخل خود ایران بگیرن. در یک مورد به طور مشخص من به دختر علیرضا زاکانی اشاره میکنم، شهردار تهران که در سوئیس درس خونده، فرزندش هم در همین کشور به دنیا اومده. زاکانی اقامت دخترش در سوئیس رو ناشی از ویژگی خاص او میخونه که باز همون اشاره تنه میزنه به اون بحث ژن خوبی که قبلا از سوی پسر عارف مطرح شده بود و بعد میگه که دختران من ویژگی خاص دارن، دختر دومم برای خدمت به کشور رفت سوئیس در رشته علوم انسانی دیجیتال درس خوند. همه محدودیت هایی که برای علوم انسانی در خاک ایران ایجاد شده رو بذاریم یه طرف، ایشون دخترشون میره سوئیس برای رشته علوم انسانی دیجیتال درس میخونه، برگرده به ایران. این رو باید چطور نگاه کرد بهش؟ بله، یاد این غلام علی حداد عادل افتادم، رفیق در واقع صمیمی آقای خامنه ای هم، اصلا این دامادش اصلا آمریکاییه، ولی درست شد اصالتا ایرانی باشه از یک طرفش، ولی اصلا کلا آمریکاییه. بعد در مورد دامادش تازه برده بودتش در مخابرات هم یک مسئولیت داد که بعد از اون رسوایی برکنارش کردن. در مورد دامادش گفت از خانواده های شهید پرور آمریکاست، که بعد توضیح میده مثلا شهید کجاست توی آمریکا که این خانواده شهید پرور باشه. ببینید ما راجع به آقازاده ها اگه میخوام صحبت کنیم، من میخوام منصفانه نگاه کنیم، ما تیپ های مختلفی داریم. ما یه بخشیشون آقازادهایی هستن که اینها پدر شون یا خودشون دچار مشکلن، به صورت موقت میان بیرون و برمیگردن یه سال دو سال. اینا اصولا موقعی هم میان بیرون سر صدا نمیکنن. من میگم این تیفو فعلا میگذاریم کنار. اینا در واقع از محل ارتزاقشون ادامه همون رانتیه که در ایران ممکنه استفاده کنن. ما منصفانه اگر بخوام نگاه کنیم آقازاده هایی داریم، البته شاید زیاد نیستن، شاید ما نمیشناسیم. منتها آقازاده هم داریم که خب اینا واقعا روی پای خودشون ایستادن، کاری به پدرشون ندارن، منتقد پدرانشون هستن، یا حالا شاید ظاهرا منتقد انتقاد نکنن، ولی شما یا از زنده
زندگیشون که مطلع میشین میبینید یک وضعیت کاملا نرمال دارن، چه واسه حتی رفتن تو صف پناهندگی ایستادن. من به نظر اینها میشه احترام گذاشت، به هر حال انتخاب خودشون هست و به نظر من حداقل چیز قابل سرزنشی نیست. منتها در مورد طیف سوم آقازاده‌هایی که صحبت میکنیم، اینها کسانی هستن که عمدتا مال نیروهای اصولگرا، عمدتا یه زمانی میگفتن مال تکنوکرات هست اما الان دست اصولگرا هست، تکنوکرات هم همچنان هستن، که اینها بدون اینکه کاری کرده باشن، بدون اینکه تخصصی گرفته باشن، اقامت خیلی سطح بالا دارن و یک زندگی بسیار بسیار آشکارا سطح بالا دارن. ما میدونید یک تحلیل غیر رسمی بود که میگفت حدود 25 نفر در سه کشور اروپایی، به دلیلی من دقیق تر توضیح نمیدم، اینا فقط این در واقع بلو کارتی که اتحادیه اروپا میده اقامت، به عنوان معلم زبان فارسی با همین شرکت های سوری که خودشون ساختن اقامت دائم گرفتن به همین سادگی. اینجا شما یه مشکل بزرگتر دارید که تعریف آقازاده چیست. یه زمانی در جمهوری اسلامی اگر میگفتن آقازاده یعنی اون کسانی که سهامدار حکومت هستن، روحانیون ارشد، نظامیان ارشد. منتها راستش بخواید الان به قدری فساد فراگیر شده، هر کسی از سر از این سفره انقلاب سهمشو میخواد، که اگر طرف مدیر مثلا اداره برقی شهرستان درجه دو باشه، رئیس کلان، رئیس مثلا نیروی انتظامی شهرستان درجه سه باشه، باز به پسرش میگن آقازاده و برای خودش امپراتوری اقتصادی داره، حالا برای کوچیک و هر از خودش امپراتوری اونجا رو انداخته. اینجا دیگه شما با طیف بزرگی مواجه هستید، یعنی شما حتی تعداد زیادی از اعضای شورای شهر بچه‌هاشون می‌بینید بر اونور هستن. شورای شهر منظور تو شهرهای بزرگ نیروهای سیاسی هستن، حالا توی شهرستان ممکن یک شهروند عادی چه بسا شهروند محترم حتی منتقدی عضو شورای شهر باشه. این نیروها نیروهایی هستن که کاملا ساختار پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو نمایندگی می‌کنن، کاملا منبع زندگیشون رانت هست، همون رانت نفتی است، در مواقع خاصی و تحریم‌ها رو دور می‌زنن، اعداد بسیار بزرگی جابجا می‌کنن و حتی نیروهایی هست که بعضا گفته میشه در واقع منبع اطلاعاتی نیروهای جمهوری اسلامی هستن. آقای معدد اشاره بفرمایید. فقط میخوام یه چیزم بگم، حالا بعدا بیشتر توضیح میدم. یه بخشم ببینید تناقض عجیب و غریب، یعنی یکی از کاربران نوشته بود که آقای خزعلی کاش زنده می بود و میفهمید این حکومت مسخره ای که درست کرده که سه تا نوه خودش هم نمیتونن تحمل کنن. سه تا یا چهار تا چهار تا. این آقای کی‌نژاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی، ببینید ایشون نیرویی بوده که در سالهای اخیر دائما دنبال حجاب اجباری و زورگویی و سختگیری با خانم‌ها بوده. دختر خانم محترمشون با آقا داماشون عکس خوشگل گرفتن خارج کشور. من بخیل نیستم، ولی خب به هر حال اینا باید جواب بدن که اگر اینا زورشون به دخترشون نمیرسه، خب بی خود میکنن، غلط میکنن، تو 140 میلیون زن ایرانی میزنن، و اگر زورشون میرسه، خب چه دختر خودشون رو معجبه نمیکنن. این تناقض هم واقعا چیزی که بعضی وقتا آدم رو دیوانه میکنه. بسیار خب، حالا آیا نسبت مشخصی از بین اونهایی که بیشتر شعارهای تند میدن و اون چیزی که در عمل از فرزندانش رو می‌بینیم؟ خیلی کوتاه اگر بفرمایید. بذار صادقانه بگم، ماحصل حدود 25 سال تجربیات من این هست، عمدتاً کسانی که شعارهای تند رادیکال میدن یا فاسدن یا پرونده فساد دارن یا تهشون مشکل دارن. اون آقای سردار زارعی نیروی انتظامی یادتون نره، یکی از سه تا مبدع اصلی طرح صیانت اجتماعی، هم طرح که گشت ارشاد، آخرش با 6 تا زن به فاحشه برهنه گرفتنش در حالی که داشت یه صحنه خاصی اجرا می‌کرد برهنه. می‌دونید تجربه من این هست، نیروهای سیاسی که خیلی شداد و قلاز از خامنه ای تمجید میکنن، شداد و قلاز ضد غرب حرف میزنن، همشون یا پرونده فساد اقتصادی دارن یا پرونده فساد اخلاقی، یا چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. بسیار خوب، سپاسگزارم. مهمان دیگری به ما میپیونده، جمشید ایرانی، وکیل دیوان عالی در آمریکا. آقای ایرانی ببخشید منتظر شدید یکم، ولی در جای مهمی به بحث وارد شدید. آقا اگر یک کسی مثل خانم ابتکار از دیوار سفارت بالا میره و کل جزء گروهی است که رابطه ایران و آمریکا رو به نوعی این گروه رقم زدن، تمام اونهایی که از دیوار سفارت بالا رفتند و در اون موقع مرگ بر آمریکا گفتند، اینها میتونن بیان تو آمریکا زندگی بکنن. بعد اگر یک کسی بچه مردم عادی رفته در سپاه سربازی گذرونده، با هزار یک معضل و مشکل مواجه میشه برای فقط گرفتن ویزا، چگونه است که اینها میتونن بیان در اون کشورها، در غرب، در آمریکا، در کانادا، در کشورهای اروپایی هم ویزا بگیرن، هم اقامت بگیرن، هم در بعضی از کشورها خیلی راحت پولشون رو بیارن، پولی رو که از داخل ایران دارن جابجا میکنن به لطف رانت پدر و مادرشون و صرفت اونها که از سفره انقلاب تامین شده، و بعد میتونن اینقدر راحت و بی‌دردسر زندگی کنن. بعد سر راه ویزای این هم آدم ایرانی معمولی، خانواده های طبقه متوسط، آدم های عادی، مشکل و ناهمواری وجود داره. ضمن سلام خدمت شما میهمانان عزیز و بینندگان و محترم، عرشبت بنده اگر اجازه بدید این موضوع رو از لحاظ حقوقی بررسی بکنم. به طور کلی همونطور که شما هم میدونید در تمام کشورهای دنیا
مسئله ورود به کشور حالا از طریق ویزا، اقامت یا هر طریقی از طریق وزارت امور خارجه اون کشور تنظیم میشه و قوانینی که یا پارلمان یا مثلا سنا یا کنگره اون کشور تصویب میکنه رو شامل میشه. در نتیجه همونطوری که وزارت امور خارجه هر کشور با کشورهای دیگه در معامله هست، در رفت آمد هست، ملاحظات سیاسی طبیعتاً اثرگذار هست در این موارد. در مورد امریکا بخوام صحبت بکنم، کسانی که از طریق افرادی که نسبت دولتی در ایران دارن و به امریکا میان، در لحظه اول خب طبیعتاً باید کلیرنس یا در واقع اجازه ورود به امریکا را از طریق وزارت امور خارجه داشته باشن که از طریق سفارت ها اعمال میشه و اینها خب علاوه بر این که باید یه سری واجد شرایط باشن، فکر میکنم که نفوذ عوامل دولتی در دولت امریکا هست که به این نوع افراد اجازه ورود و کسب ویزا میده که به امریکا. نفوذ عوامل دولتی که بگین دقیقا منظورتون چیه؟ از سمت جمهوری اسلامی، از سمت خود دولت آمریکاست؟ خب ببینید، طبیعتا در مرحله اول از طرف دولت امریکا باید خواهد بود، طبیعتا وزارت امور خارجه، وزیر امور خارجه، معاونانشون یا حتی بالاتر از ایشون، دولت در حال حاضر، دولت آقای بایدن، اینا کسانی هستن که برای ورود یک ایرانی یا یک فرد از کشورهای مختلف با شرایط مختلف که تهدیدهای امنیتی هم به حساب میان، اونا باید اوکی یا در واقع تاییدیه رو بدن. کما اینکه مثلا الان صحبت از این است که آیا آقای رئیسی رئیس جمهور ایران اجازه ورود به نیویورک دارد یا ندارد. خب اینا ملاحظات سیاسی است که مثلا در این مورد به خصوص طبیعتاً دولت امریکا به آقای رئیسی اگر ویزا بدهد، به عنوان رئیس جمهور یک کشوری ویزا میدهد، نه به عنوان یک فرد معمولی ایرانی. حالا در مواردی هم ممکن است، باز میگم به دلایل به خصوصی، حالا این دلایل ممکن است که سیاسی باشد، اقتصادی باشد، امنیتی باشد یا همکاری امنیتی باشد، برای افرادی هستن که میتوانن از این طریق ها ویزا بگیرن و حالا یا از طریق سرمایه یا از طریق توریستی یا از طریق هیئت دولتی وارد امریکا بشن. آقای ایرانی یک سوال مشخص دارم، چطور اگر کسی سرسپاه پاسداران سربازی خدمت کرده با مصیبت ویزا ممکنه بگیره یا اصلا ممکنه نگیره؟ فرزند مقام های جمهوری اسلامی میتونن ویزا بگیرن، اقامت بگیرن، تابعیت بگیرن در خیلی از کشورها. به طور مشخص در مورد آمریکا حرف میزنم، این محدودیت ها شامل حال مردم عادی میشه؟ چرا شامل حال اینا نمیشه؟ دولت نمیدونه اینا کیه؟ نه ببینید، به طور کلی وقتی قانون میگه که کسی که در خدمت یا در سپاه خدمت کرده یا مقامی داشته نمیتواند وارد امریکا بشه، این قانون کلی هستش. خب فرزند فکر کنید مثلا یه نفری 400 چند روز دیپلمات های آمریکایی رو در سفارت موجب به گروگان گرفتنش شده، دیگه از این دیگه رو در روی دولت آمریکا وایسادن که بزرگتر نداریم که، چطوری که بچه‌ش میتونه ویزا بگیره؟ بله این قانون کلی است، اما در این قانون چند تبصره هم وجود دارد. تبصره مثلا به عنوان اینکه ممکن است که منافع دولت امریکا در حال حاضر ایجاب بکند که به یکی از این افراد ویزا داده بشه تا به امریکا بیاد، حالا یا به خاطر زندگی یا به خاطر سرمایه گذاری یا به هر دلیلی، که در مقابل معاملات دیگری با کشور دیگری انجام بگیره. حالا مستقیما ممکن است که این بین امریکا و ایران انجام نشه، بالاخره واسطه های دولت های دیگری هم هستن که در این میان واسطه گری میکنن و به این افراد از طریق تبصره یا ویور ویزا بهشون داده میشه و به امریکا میان. یعنی در واقع پای زد و بندهای دیگری هم غیر از برداشتن پول مردم ایران رو استفاده کردن و رانت‌های داخلی رو استفاده کردن و به خارج از کشور رفتن، هم پای چیزهای دیگر در میان است. خب طبیعتاً هست، برای اینکه الان مثلا یه نفری که خدمت سپاه کرده و نمیتواند به امریکا بیاید، خب ما براشون تقاضای ویور یا تقاضای اون تبصره ها یا بخشودگی ها رو انجام میدهیم و در بعضی موارد، بسیار نادر ولی در بعضی موارد، این ویور یا این بخشودگی داده میشود. این برای یک فردی است که مثلا در سپاه خدمت کرده. حالا کسانی که مقامات بالاتری داشتن و کارهای بالاتری داشتن یا نفوذهای بالاتری دارن، طبیعتاً یه چیزی طبیعی هست که انجام میگیره در تمام. چقدر پول میتونن اینا با خودشون بیارن آقای ایرانی؟ خیلی کوتاه اگر بفرمایید، اصولاً بین آمریکا و کانادا چه تفاوتی وجود داره که خیلی از فرزندان مقام ها با پول خیلی زیاد به آمریکا، به کانادا میرن نه آمریکا؟
خب اول که اگه صحبت تو مسئله سرمایه گذاری از برای کسب اقامت در امریکا اخیرا 500 هزار دلار بود، الان نزدیک به 1,000,000 دلار شده. در کانادا اقامت رو شما میتونید از 200 هزار دلار شروع کنید تا 800 هزار دلار. تنها تفاوتی که بین امریکا و کانادا هست، هر پولی که هر سرمایه گذار ایرانی برای اقامت به امریکا میاد، اون پول باید تایید بشه، منبع پول باید مشخص بشه. اما در کانادا گویا این قوانین وجود نداره و کسی که این انباشته پول رو بتونه بیاره میتونه اقامت هم اونجا بگیره. بسیار خوب، سپاسگزارم از شما آقای ایرانی. صحبت رو ادامه میدم با آقای قلی پور. آقای قلی پور، شما چگونه میبینید و اصولا به نظر شما در یک همچین فضایی چگونه باید نگاه کرد؟ کسانی که به همین امروز کیهان نوشته برای حصول خودکفایی در محصولات استراتژیک مردم برنج کمتری بخورند، در این ساعت فشار و محدودیت‌های اقتصادی به مردم تحمیل میشه، ولی در سمت دیگر مردم باید در شعب ابی طالب زندگی بکنن به گفته اونها و فرزندان خودشون میتونن با پول‌های بادآورده هر آنچه که میخوان در خارج از کشور بکنن، اقامت داشته باشن، زندگی کنن، در بهترین دانشگاه درس بخونن، بهترین شرکت‌ها رو بزنن و از همه چیز برخوردار باشن. ببینید، واقعیت جمهوری اسلامی به نظر من این هستش که از اون شعارها، آرمانهای ابتدای انقلاب و حتی دوران جنگ فاصله بسیار زیادی گرفته. اون هم از نظر من عامل اصلی شخص آقای خامنه‌ای هست که برای بسط و گسترش رهبری خودش و جایگاه خودش دست بسیاری از نهادها و بسیاری از افراد که از رهبری ایشون حمایت کنن باز گذاشت برای فساد و این سرآغاز فساد گسترده‌ای شد که الان همه مردم با پوست و گوشت و خونشون دارن حس میکنن و منجر به تسلط منافع بر ایدولوژی شده. یعنی بخش زیادی از مدیران جمهوری اسلامی بر اساس منافع عمل میکنن نه بر اساس ایدولوژی. اگر هم ما می‌بینیم که اون بخشی از این مدیر، بخشی از این مدیران بر موضوع ایدئولوژی تاکید دارن، به واسطه تثبیت موقعیتشون در سیستمی هستش که شخص آقای خامنه‌ای از اینها می‌خواد و از اینها می‌خواد که همچنان مروج و توسعه دهنده افکار شخصی ایشون و یا افکار انقلابی باشه که ایشون تقریبا با دولت آقای رئیسی این موضوع رو جمع کرده و کلیت کشور و کلیت نظام رو به سمت انقلابیگری و یا دهه 60 داره در میبره، هدایت میکنه. به همین خاطر به اعتقاد من این مسئله باعث شده که بسیاری از مدیران منافعشون ترجیح بر ایدئولوژیشون باشه و هرچند به اعتقاد من بر این باور رسیدن که این نظام آینده طولانی نخواهد داشت، بنابراین ترجیح بر این هستش که بسیاری از منافعی که مد نظرشون هست رو بتونن کسب کنن. اگر تونستن تابعیت یک کشور خارجی رو داشته باشن، فرزندانشون رو به خارج از کشور بفرستن و به اعتقاد من چندان باور بر این ندارن که مجموعه اقداماتشون و مجموعه راندها و زد و بندهایی که پشت پرده دارن چه فاش شده و چه فاش نمیشه، چه تأثیری بر آینده انقلاب یا نظام خواهد داشت و بیشتر به فکر منافع شخصی خودشون هستن که در آن روزی که مشخصیست با جمهوری اسلامی خداحافظی کنند و در یک کشور ثالثی اقامت بگیرند. آقای مهدوی آزاد، شما چی فکر می‌کنید؟ اینها به دنبال پایگاه دومی در خارج از مرزها هستند و به ویژه اروپا و آمریکا و غرب رو در واقع برای زندگی انتخاب می‌کنند. یه بحث دیگه ای که مطرح هست این هست که بعضی از اینها به عنوان لابی‌های جمهوری اسلامی هم در خارج از کشور کار می‌کنند، در فضاهای مختلف، در تینگ تنگ‌ها، اندیشکده‌ها، در فضاهای تجاری و غیره. اون رو باید چطور دید؟ جمهوری اسلامی داره نیروی پنهان صادر میکنه؟ بله، ببین که صدور نیروی پنهان باشه، چه نیروی امنیتی، چه نیرویی که پشت پرده در واقع لابی بکنن یا پشت پرده پروپاگاندا بکنن، چه نیرویی که حالا به صورت رسمی وابستگی به حکومت ندارن اما مثلا میدونن از نظر اعتقادی نزدیک به حکومتن و عملا همون کارها رو بکنن، بدون که مثلا شاید حق و زحمه روشنی بگیرن. این یقینا خب جزی از سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران هست. این به یقین جزی از سیاست‌های سازماندهی شده حکومت هست. به همین خاطر هم هست دستگاه‌های هستن اساساً این کارو دارن تسهیل می‌کنن.
کنن، سازمان ارتباطات اساسا داره این کار رو میکنه، تسهیل میکنه این جونیورها خارج کشور برن. منتها فقط این نیست، اصل موضوع به نظرم همون چیزی که آقای قلی‌پور گفتن، یعنی به یقین آن چیزی که بخش بزرگشون رو خارج کشور میبره منافع مالی است. اصلا من شک ندارم. ببینید آدمی اون در مورد فرماندهان سپاه میگفتم، حالا اون 4 نفرش که میرن سوریه میجنگن و اینا رو قبول دارم، اونا رو نیروی ایدئولوژیکن، اشکال نداره، این کارو میکنن، ولی اساسا این کلیت فرماندهان سپاه که واسه از خیر 1000 تومانی تو اقتصاد ایران نمیگذرن، هر جا پول هست اینا بوده بوده میان و واسه پول هر چیزی رو زیر سوال میگذرن، اصلا برای من خنده داره که اگه یه روز زبانم لار جنگ بشه اینو بخوام بجنگن با آمریکا. اصلا خنده داره کسی که از خیر پول نمیگذره مثلا بخواد جانش رو برای اسلام یا هر چیز دیگه بده. ببینید ما در جمهوری اسلامی متأسفانه بدبختی‌ها و بدی‌های زیادی داریم. آقای مهدوی استاد، اگر که اینها نظام رو به سمتی دارن میبرن که خودشون هر لحظه امکان سقوطش رو میدن یا فکر میکنن اگر جنگی بشه یا اگر هر اتفاق دیگری برای ایران بیفته اینها خودشون توش نیستن، خب چرا اصلا از این ور میبرن؟ این سفره ایست که باز اینام سرش نشستن، کسی هم زورش نمیرسه اینا رو بلند کنه که. بله ببینید من اطلاعات جدید ندارم، ولی سال 1777-78 که بحث کودتا کوی دانشگاه پیش اومد، اون اعتراضات بی سابقه بود در نوع خودش بعد از اول انقلاب یا نه، بعدا در گزارشی که به صورت غیر رسمی منتشر شد این بودش که در همون روزی که در واقع اعتراضاتش بالا میگه بیشتر از 150 مدیر دولتی داشتن از ایران به خانواده‌هاشون فرار می‌کردن. به همین سادگی این گزارش بود که به وزارت اطلاعات، به شورای امنیت، دبیرخانه شورای امنیت ملی ایران داده بود. ببینید جمهوری اسلامی انحرافات بزرگی داره، بخش اعظمش مسبب شخص آقای روح‌الله خمینی، آیت‌الله خمینی است. ضد روحی ضد غربیش زیر سر اوست، دخالتاش در کشورهای دیگه، حمایتش از گروه‌های تروریستی، این از ابتکارات و انحصارات آقای خمینی است که در واقع خلف او هم جانشین و هم ادامه داد. منتها فساد در جمهوری اسلامی، من با قلی‌پور 100% موافقم، این از دسترنج ها و محصولات شخص آقای خمینی است. در یک دهه اول جمهوری اسلامی اینقدر فساد نداشت، اینقدر فاسد نبود. چرا آقای خمینی به این روز افتاد؟ اولا واسه اینکه یک امپراتوری اقتصادی بزرگی برای خودش درست کرد. رئیس مجلس میگه 60% اقتصاد ایرانه، اون 4 تا نهاد، ستاد اجرایی، فرمان امام، بنیادها، آستان قدس رضوی و قرارگاه خاتم، 60% اقتصاد ایرانه. اینا شما نمیتونید بازرسی کنید، نه جواب به جای پس میدن، نه مالیات میدن. خب توی این امپراتوری مالی در واقع خب همه سهمشون رو میخوان. دوم آقای خامنه‌ای به فرماندهان نظامی متکی شد که سپاه او رو سر قدرت نگه داره. سپاه هم نیروهای سپاه پول خودشون رو میخوان، سهمشون رو دارن میگیرن، سهمشون از سفره انقلاب دارن برمیدارن. و سوم برای خریدن محبوبیت دست به کارایی زد، از پروپاگاندا شما بگیرید تا دادن سکه و فلسطین و سفر حج و دادن خونه و غیره، که اینجور کارها فساد رو در جمهوری اسلامی تزریق کرد. سیاست آخرش هم که آوردن نیروهای خودی و به قول خودش نیروهای انقلاب و جوانان انقلاب اینا بود که از زمان آقای احمدی نژاد شروع شد، این فساد در واقع به شدت تعمیق کرد. به واقع اینو به خدا از ته دلم میگم، محصول مشاهدات منه، به واقع الان در سیاست ایران یک رقابت تمام عیار هست بین نیروهای سیاسی فقط برای اینکه پول بیشتری در بیارن یا بیشتری از سفره به قول خودشون در سفره انقلاب به دست بیارن. بسیار خوب، سپاسگزارم از توضیحاتتون. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از برن، بهنام قلی‌پور روزنامه‌نگار از پراگ. ببخشید آقای قلی‌پور نشد دوباره برگردیم خدمت شما، و جمشید ایرانی وکیل دیوان عالی آمریکا، سپاسگزارم از شما که مهمان ما بودید و همراه ما. ممنونم از شما و سپاسگزارم از شما که بیننده این برنامه بودید. این برنامه رو میتونید علاوه بر وبسایت ما میتونید در یوتیوب ببینید، در ساوندکلاود و تلگرام بشنوید. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر، ایام بکنید.